شهر بزرگ دورگ است. تو دل شهر دو جور تمدن مختلف روبروی هم قرار گرفتن. قدیمیه داره با سماجت آخرین نفس خودشو میکشه، اما تمدن جدید روز به روز بیشتر جایگیر میشه. اسباب و درشکه ها از کار افتادن، خونه های قدیمی متروک شده و خونه های نو جاشونو گرفتن. تریا جای قهوه خونه و خیابون جای بازارا و بازارچه ها رو پر کرده. و اما مردم شهر، خب پر بازه که مردم شهرم. حالا اجازه بدید نزدیکتر بشیم و ببینیم اینجا کجاست. اینجا تهرونه، اینجا تهرونه، شهر ایرونه، داره فرهمونه، بشتر بشتره، منه نمیشتره، دیگه کرک نزنه بر منه، چون هر چیزی بیده و بشتر سر چارشی بزن، واسه عقب بزن، سر چارشی کچیک، واسه عقب کچیک، سر سنگ همه، واسه شهی خانم چون، منه نمیشتره، منه نمیشتره، حاجیت واج میخونه، تا تو اسمانه بشکن، نمی آری قپه، سری پوری خجو، برای قزمی نیجا، مرسه سنگ پا، برای تبریزی یا، برای شیرازی یا، خود خورستونی یا، برای آبادانی یا، برای احوازی یا، چیان واسه نازی نازی یا، چیان، برای رشتی یا، برای دشمشتی یا، من نوش کرم، من نوش کرم، بابا من نوش کرم. معذرت میخوام خانم. خواهش میکنم. من میتونم با شما آشنا بشم. ایوا این چه حرفیه آقا؟ معلومه که نه، خودمون پشیمون نشه. میدونم چیه، هیچ دختری حاضر نیست در برخورد اول بگه بله. خانم خواهش میکنم کم لطفی نفرمایین. کم لطفی چیه آقا؟ خدایا جان نزنی، آقا همینجور ندیده و نشناخته که نمیشه. خب راست میگه، باید یه جوری بهش بفهمونم که منظور بدی دربارش ندارم. باور کنین من آدم بدی نیستم. آقا خواهش میکنم مزاحم نشین. خدایا اگه این دفعه نره باهاش کنار میام. بیچاره فکر میکنه من از اون ژیگول گشنهای خیابون گردم. نه خانم باور کنین من از اون آدمای مزاحم نیستم. امروز روز پنجمه که من شما رو تو اتوبوس میبینم. حتما متوجه شدید که این برخوردها تصادفی نیست. من عمدن سوار این خط میشم، ولی باور کنین این دفعه اولی که یه دختر نظرمو گرفت. نازتو برم، دفعه اولیشم هست دیگه، به اندازه کافی سر به سرش گذاشتم. حالا باید بگم آره نه آقا نه. خدایا خودت رامش کن. عجب غلطی کردم. خدایا اگه این دفعه بمونه شب جمعه میرم پابوس حضرت، دو تا شم روشن میکنم. بعد جنس با دست عقب میزنه، با پا میکشه جلو، معلومه خیلی زرنگه. گوش کنی خانم، اگه نری پاسپان صدا میکنم. عجب آدم مزاحمیه. خدا کنی نترسه، خدا کنی شجاع باشه، بفهمه دارم توپ میزنم. عجب دختر سمجی، باید یه دستی بزنم ببینم چی میشه. خب معذرت میخوام که مزاحم شدم. خلاص چی؟ سب کن، اگه بری پاسپان صدا میکنم. خب حالا دختره و پسره رو همینجا داشته باشین، با هم میریم یه سری به خونه دخترک میزنیم. خونه اونا یه خونه است کمی بزرگتر از یه غربی، چند تا درخت داره، یه هوا بلندتر از چوب کبریت، حوض آب با مایه رنگ و بارنگش سینکش آفتاب خوابیده. صابخونه آمیز عباس فرش فروش پدر دختر است، اینم عفت خانم مادر دختر است. اما مواظب باشید باش دم به دهن نشین که از اون بد دهن است. آمیر جان هنوز داری نماز به کمرت میزنی؟ مگه نماز جعفر طیاره که انقدر لفتش میدی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. زن در دهنتو جل بگیر، نماز که شوخی بردار نیست. اصلا چی میگی؟ کم چاره، مرد پشو بیا اتاق مهمونخونه، واسه دخترت خواستگار اومده. آخه تو هم باید یه حرفی بزنی، ناسلامتی، تو پدر عروسی. فروخ خودش کجاست ها؟ چه میدونم کدوم گولستونی رفته. حالا تو پشو بیا تا اون پیداش بشه. پشو. خیلی خب تو برو، من الان میام.
یا الله. سلام علیکم. بفرمایید تاج آقا، بفرمایید. خیلی خیلی خوش اومدید. حالش سلامت باشین. حال شما چطوره؟ کسالتی که نداره. ای زنده ایم شد. بفرمایید خواهش میکنم. نه خیر، شما بفرمایید. اختیار دارین، شما بفرمایید. با اجازه. خانم چرا وایسادین؟ بفرمایید بشینید. خجالتم ندین، شما بفرمایید. یا الله. خجالت هم ندین، تمنا میکنم بفرید بشین. جون شما نمیدین، اول شما بفرید. اول بنده با اجازه. خواهش میکنم، اینقدر من خجالت ندین، بفرید بشین. خواهش میکنم. سلام. سلام بابا. سلام خانم. بفرمایید. دست شما درد نکنه خانم. بفرمایید. آمیزا شبیه هستم. بله، دختر کوچیکمه، کنیز شما، خانم ماست، تاج سر ماست. هزار ماشاءالله. خلاصه هوای ما رو داشته باشین عفت خانم، میخوایم با هم فامیل بشیم. خلاصه قسمت چی باشه. احمد آقا چرا چایتون رو میخوریم؟ آخ من هیکله پسرم خجالت میکشه. خب حاجمون اجازه میدین من چند کلمه خدمت آمیر جعفرخان عرض بکنم؟ شما صاحب اختیارید. با اجازه بزرگترم آمیرزا عرض کنم خدمتتون، غرض از این مزاحمت اینه که شما منت سر ما بذارین احمد پسر منو به غلامی قبول کنین. معروش اول اجازه بدین بنده چند کلمه راجع به صبیه‌ام خدمتتون عرض کنم. صاحب اختیار بفرمایید. صبیه بزرگ من فروغ از اون دخترای تربیت شده و درس خونده است. این که میگم درس خونده، نه اینکه فکر کنین مثل بعضی دخترای امروزیه، نه. میتونم براتون قسم بخورم که تا حالا دستش به دست هیچ نامحرمی نرسید. بله خانم جون، دختری تربیت کردم مثل دسته گل. باور کنین هنوز که هنوزه نشده که این دختر 20 ساله یه حرف درشت و خارج از ادب نسبت به من یا این مادرش از دهنش خارج بشه. پدر مادر من خیلی امول قدیمی هستن، افکارشون به درد همون دوره خودشون میخوره. من که دیگه از دستشون خسته شدم. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. دختر من مثل دخترای امروزی اهل رقص و آواز. تا تو هستی دلم غمی نداره، با تو صبح امید من شکفته، بختی روشن کنون در انتظاره. در آسمان آرزوهای من تویی، دگر امید فردای من، سپیده سحرگهی که از شب من آگهی، شبی که بی تو گذرم. تو رو چو نقش آرزو نشانده هم به خواب و رویا، که بی تو خواب هم برم. من همیشه در رویای من تو بوده ای. منم که عشق روی تو به سینه پرورده هم، کنون که همچو آرزو به دستت آورده هم. کنون که با عشق تو شد هستیم آشنا، شادم اگر جان و دل کنم به راحت فدا. کنون که با عشق تو شد هستیم آشنا، شادم اگر جان و دل به به. ماشالله ماشالله جناب میرزا، اینجور چه میفرمایی؟ فروغ خانوم یه فرشته. اونم چه فرشته ای، حالا میاد میبینینش. خانوم فروغ کجا، چرا نمیاده؟ من چه میدونم، رفته گورستو. چی فرمودی؟ هیچی، دخترم رفته گورستو سر قبر مرحوم پدر خانوم فاتحه بخونه. آخه خیلی با خدا. شمسی، شمسی جان، بودو در وا کن، حتما خودشه. کیه شمسی؟ درداشمه. به به، آقازاده است؟ بله، خوب شد پسرکم اومد. باید عقیده اونم درباره این مسئله بپرسم. درسته که هنوز کوچولو و بچه ساله، اما بچه از همون بچگی بعد همه چیزو بفهمه. بیا تو پسرکم، بیا تو قند عسلکم، بیا عزیز بابا. سلام علیکم پدر. ماشاءالله. پسرکتون ایشون هستن؟ بله، نوکر شما. آقای ماست. ایشون پسرک آمیزا هستن. چه پسرک نازنینی.
خواهش میکنم نوکر شما کوچیک همه جونم خجالتم ندین خواهش میکنم خب دیگه تو از اینجا به بعد نباید بیای من تا در منزلتون میرسونم نه میخوام منزلتون رو بلد شم باشه یه وقت دیگه خدافظی رج خدا نگه شما راست میگم برفریده معلوم نی کدوم قبرستونی رفته با پیداش نکردم حتما خودش من میرم بیارمش اخ جار آی 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 خجالت نکش پسرم اینشالله مبارک باشه بیا تو دخترم بیا تو فتبارک الله احسن الخالقی ایوا سلامت کو اول بگو ببینم دومات کیه اینه هاش عروس خوشگله دومات بغل دست من مثل یه شاخ شمشاد نشسته چی دخترم حالا خوب نیست حالا چی بگم از این دومات حالا به هم خورد چی؟ دهنتی گل بگی دختر آخه این دوماد شما حواسه من پیدا کردین سک صورتش لیس بزنه سیر میشه بسر شفشو بیا برو چشمم روشنا میرزا دختری که اینقدر از صفا و صداقتش تعریف میکردید این آتش بره بود وقت وقت پناه بر خدا الهی شو که خودش مغار اومد وگرنه بچه من یه اون باید به آتیشش میسوخت و میسوخت خب دیگه باید راهی بشیم این دختره لقمه ما نیست بیا بریم پسر جون دیگه اینجا جای ما لاغی کیسه مادرش واه واه انگار خودشون کی هستن افاده ها طبق طبق سگا به دورش وق و وق زن بسه دیگه بسه زن بسه من که تو کار این دختر موندم هیچ نمیدونم آخه من چه باید بکنم من میدونم پدر خواستگاری به هم خورد شمس الله خان با اهن و طلب اومد سراغ خواهرش اما تیرش به سنگ دخترک در از تو بسته بود و خودش افتاده بود رو تخت خواب و زار زار گریه میکرد شمس الله که دید نمیتونه کاری از پیش ببره کمی توپ و تشر زد که خیلی خوب حالا در بستی اما امشب چیکار میکنی؟ فردا چیکار میکنی؟ بالاخره گیرت میارم و تیکه تیکت میکنم میکشم آره آخرش قاتلت خودم هم میکشم اقلن 80% از دخترای ما با این مشکلات روبرو هستن اونا در یه بلا تکلیفی عجیب گیر کردن تو خونه هاشون هنوز افکار قدیمی پدر مادرها حکومت میکنه در حالی که در خارج از خونه فقط آزادی است و آزادی خب حالا دخترک رو همینجا داشته باشین چند کلمه هم از پسرک و خانواده‌اش بشنویم مزن بانک بر من تو ای پهلوان تو ای پهلوان جهان و کیان منیجه منم دخت افراسیاب دیگه خفه شدیم